داستان قلب فولادین، قصه حقیقی زندگی، نویسنده فریبا چرخی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این برنامه داستان حقیقی قلب فولادین را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستانی را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان. قلب فولادین. دختری بودم که در سن 9 سالگی پدرم را که خیلی ها برایم عزیز بود از دست دادم. در همان آوان کودکی با از دست دادن پدر تقریبا همه خوشبختی هایم با یک بارگی کوچیدند. با مادرم و یگانه برادرم که 15 سال از من بزرگتر بود زندگی می کردم. چند خواهر و برادرم در حالی که کودک بودند بنابر مریضی های وفات کرده بودند و تنها ما 2 فرزند که با هم تفاوت سنی زیاد داشتیم با عنوان فرزندان خانواده باقی مانده بودیم. بعد از مرگ پدر، همین برادر یگانه نان آور و مسئول خانه ما بود. مادرم که زن بسیار مظلوم و عاجزی بود و هم خانم خانه، در مقابل برادرم که خودش را صلاحیت دار و صاحب اختیار همه زندگی ما میپنداشت، هیچ حرفی گفتن نمیتوانست. دیری نگذشته بود که برادرم مرا در همون کودکی برای خودش به بدل دختر داد و با او نامزد شد و مرا به برادر آن دختر نامزد کرد. در آن وقت تنها 10 سال داشتم، ولی نامزدم 23 سال بود. ضمن این یک خانم دیگر نیز داشت. من که خیلی ها کودک بودم، اصلا از نامزدی و شوهر داشتن هیچ چیزی نمی دانستم. فقط قربانی رسوم ناپسند و بد جامعه شدم. بعد از 1 سال که تازه 11 ساله بودم، مرا در عقد نکای آن مرد در آوردند که به تازگی پدر یک طفل از خانم قبلی خود نیز شده بود. بعد از نکاح و ازدواج، من وارد خانواده شوهرم که شخص صاحب رسوخ و خان منطقه بود شدم. خانه و زندگی خیلی ها بزرگ و پرمشغله داشتند. مهمان و مهمانداری همیشگی بود. بعد از گذشت 2 ماه از ازدواج ما، مادر شوهرم دستور داد که کارهای خانه را با انباقی که داشتم به طور نوبتوار با هم انجام بدهیم. که کارهای خانه شامل پختن نان در تنور، آشپزی و رسیدگی به یک قلعه با مساحت خیلی بزرگ و اتاقهای زیاد برای شخص خودم در چنین سن و سالی طاقت فرسا بود. در سن 12 سالگی امور خانه و مسئولیت های آن را با خانم اولی شوهرم که 10 سال از من بزرگتر بود با رنج و مشقت زیاد دنبال می کردم. سال بعد حمل گرفتم. قبل از اینکه 14 ساله شوم، خداوند دختر نازنینی برایم هدیه داد و مادر شدم. بعد از تولد دخترم، شوهرم برای کسب تحصیلات عالی به خارج از کشور سفر کرد و با دخترم با جمع خانواده بزرگ زندگی را ادامه می دادم. و شوهرم سال 1 بار با استفاده از رخصتی های تابستانی برای مدت 2 ماه به خانه می آمد. در این ایام با من و انباقم به طور مساویانه ایام رخصتی هایش را سپری می کرد. و الا سال بعدی که دوباره بر می گشت، من و انباقم یک یک طفل به دنیا می آوردیم.
و به جمعیت خانواده ما افزود می شد. حکم روایی خشوع و ظلم انباق و هم آن خواهر شوهری که با برادرم ازدواج کرده بود و همیشه در زندگی به هر شکل مداخله داشت، زندگی را برایم جهنم ساخته بود. روزگار تلخ و تاریک در عدم موجودیت شوهرم داشتم. خانم برادرم که از آوان ازدواج به برادرم سر ناسازگاری را گرفته بود، همیشه با برادرم جنجال و ناراحتی و حتی لط و کوب داشتند و این ناراحتی هایشان تأثیرات خیلی ها منفی روی زندگی من نیز گذاشته بود. چون هر قدر زندگی خانم برادرم خراب می شد، به همان اندازه برخورد فامیل با من بدتر می شد. و اگر در این جریان آنها مشاجره لفظی و یا برخورد فیزیکی با هم می داشتند، خواهر شوهرم که خانم برادرم هم می شد، از خانه خود قهر کرده و به خانه ما می آمد و حتی تا ماها در آنجا می ماند. و در این مدت هر آن خشونت و برخورد بد، جنگ و جنجال و حتی مرا لط و کوب هم می کرد. و خشویم چون مادرش بود، هم به طرفداری وی در کنارش می ایستاد. تا اینکه برادرم بعد از مدت‌های زیاد خانمش را راضی کرده دوباره به خانهشان برمی گشتند. روزها، ماها و سالها پی هم می گذشتم و سالیانه به تعداد فرزندانم افزوده می شد. در عین حال خودم نیز در کنار فرزندانم بزرگتر می شدم. زندگی برایم خیلی ها رقتبار و دشوار بود. تعداد فرزندانم به 5 تن رسید و برای برگشت دوباره و دائمی شوهرم به خانه 10 سال تمام منتظر ماندم. با آمدن شوهرم مشکلات را که تحمل کردم سنگ اتمام گذاشته شود و زندگیم روال عادیش را بگیرد و بالاخره روزهای انتظارم هم به پایان رسید. فرزند پنجمیم که یک دختر خیلی ها نازنین بود تازه به دنیا آمد که تحصیلات پدرش به پایان رسید و دوباره برگشت. درست در همین روزها بود که تحولات سیاسی در کشور پدید آمد و با انقلابی که صورت گرفت، تغییرات کلی در حکومتداری به وجود آمد. آرام آرام مردم به 2 دسته تقسیم شدند، طرفداران حکومت و مخالفین حکومت، و ملت در بین این 2 قرار گرفت. در همین سالهای نزدیک، پدر شوهرم که خان منطقه بود را از دست داده بودیم. انباقیم که دختر کاکای شوهرم بود و چشم به میراث و جایداد دوخته بود، پسر بزرگش را بدبین و مخالف پدرش تربیت کرده بود و به قوم و مردم محل چنین بانمود می کرد که گویا پدرش در کشور کفری تحصیل کرده، بنابراین دیدگاهش نیز در مورد دین و مذهب تغییر کرده است. در آن محیط این اشاره خیلی ها جدی بود، زیرا مردم از علم و معرفت به دور بودند و عقاید مذهبی اکسل عملهای آنی و جدی را در برداشت و این مسائل زمین اساس آن بود تا شوهرم از صحنه مالکیت و جایداد پدرش محروم گردد. همان بود که در برنامه ریزیشان موفق شدند. این زمزمه ها که از خانه خود ما سرچشمه گرفته بود در بین مردم محل پخش شد و حساسیت هایشان نیز نمایان شد. از طریقه های گوناگون به سمع شوهرم رسانیدند که در وقت بازگشت به وطن به زادگاهش رفته نتواند و ناگزیر شود تا زندگی را در پایتخت کشور آغاز کند و من و فرزندانم را به کابل منتقل کرد. زندگی را سر از نو آغاز کردیم. بعد این همه سالها سختی و مشکلات، امید برای خوشبختی و بهروزی در دلم گل کرد. فرزندانم جهت فراگیری درس و تعلیم راهی مکتب شدند. شوهرم مصروف کار و انجام وظیفه‌اش شد. من هم با تمام عشق و امید و آینده برای رنگ و رونق دادن زندگی ما می‌کوشیدم. حالا زمان آن رسیده بود که آهسته آهسته
آن همه مشکلات، بدبینی ها و بدبختی های گذشته را به باد فراموشی بسپارم. هنوز دیری نگذشته بود که یکی از روزها شوهرم نزدیکم نشست و برایم با لحن خیلی ها عذرانه و آرام گفت: من تو را بسیار دوست دارم. من همه فداکاری ها و زحمات را که در غیابم برای من و فرزندانم کشیده ای را با تمام وجودم درک می کنم. در ضمن سپاسگزار آن همه هستم که برای فرزندانم کردی، فرزندان خوب و با تربیت پرورش دادی. ولی زمان آن رسیده تا موضوعی را برایت بگویم. ضربان قلبم رو به فزونی گرفت و چنان فکر میکردم که گویا از قفسه سینه ام بیرون خواهد آمد. شوهرم با لحن نرم ادامه داد: من در مدتی که در سفر بودم و مشغول کسب تحصیل، ناگزیر با یک خان زندگی میکردم و همراهش ازدواج هم کردم و حاصل ازدواج ما یک فرزند دختر است. این تنها یک پیام نبود، بلکه خنجر ناامیدی بود که در سینه ام فرو رفت و این هم پاداش همه فداکاری ها و جانبازی های بود که شوهرم برایم روا داشته است. در حال سکوت به چشم های شوهرم خیره شده بودم. شوهرم که منتظر عکس العمل هانی من بود ولی هیچ حرکتی از جانب من دریافت نکرد، سکوتم بیانگر همه احساساتم بود. با آن هم ادامه داد که می دانم این بدترین و نارواترین حرف و پیامی بود که برایت گفتم، اما من تصور می کردم که این خانم تنها در همین مدتی که من در آنجا بودم با من زندگی خواهد کرد و هرگز به فکر آمدن همراهم به کشور نخواهد بود. من برایش وعده داده بودم که بعد از ختم تحصیل جویای احوالشان خواهم بود و با ملاقاتشان خواهم رفت و از مسئولیتی که در قبالشان دارم نخواهم گذشت. اما از این اما گفتن و مکس کردن یک دنیا مفهوم گرفتم، مفهومی که این رنج و ناروایی تنها در حد بودنش با آن زن نبود، بلکه باید خودم را برای یک مبارزه جدی جدید به زندگی آماده کنم. شوهرم ادامه داد: اما حالا فهمیدم که خانم و دخترم می خواهند اینجا بیایند و با ما زندگی کنند. بغضی که در گلویم پیچیده بود مجال برای حرف زدن برایم نمی داد. اما در دلم آشوب جدی برپا شده بود. با خودم تفاهم می کردم که چگونه و از کجا این مبارزه را آغاز کنم. قدرت توانایی فکریم را با هم منسجم کردم و ناگزیر به شوهرم گفتم که پس خوش می آید و باید بدانم که بعد از چند روز می آید. باید بدانم که بعد چند روز می آید که اتاق برایش آماده کنم. شوهرم که انتظار این عکس العمل مثبت را از من نداشت باور نمی کرد که من در حرفم جدی باشم. با چشمها و لبهایم دقت کرده بود. ذهنش را می خواندم و آن این بود: فکر می کرد خواب می بیند که من با وی چنین برخورد می کنم. خدا می داند که از چه زمان طرح بیان آن را در ذهنش می ریخت که در چه زمان و با چه لحن این موضوع را با من در جریان بگذارد. آیا بگذارد یا نگذارد؟ دوباره تکرار کرد: حالا که این موضوع است و من هم در یک عمل کاملا انجام شده قرار گرفتم، چه روز می آیند تا من برای پذیرایی از آنها آمادگی داشته باشم؟ شوهرم از جایش پرید و مرا سخت در آغوش گرفت و بعد شروع کرد به بوسیدن دستهایم. در ضمن اشک شادی از چشمانش سرازیر شد. برایش گفتم: خودت را ناراحت نکن. من در بعضی اوقات در زندگی چنین اتفاقهای
را امکان پذیر می بینم. به هر صورت روز آمدن انباخت جدیدم فرا رسید. از کوچه گل فروشی شهر نو کابل یک دسته گل زیبا و بزرگ برایش خریداری کردم. راهی میدان هوایی کابل شدم و خانم شوهرم را با پیشانی باز پذیرایی کردم. در حالی که ذهن و قلبم همزمان درگیر بودند و برای عمل و تصمیمی که گرفته بودم تمسخرم می کردند، صفحه جدید زندگی باز شد و شروع کرد و ورق زدن درد سرهای جدید زندگی. مادر و خواهران شوهرم وقتی می خواستند در زمینم مرا طعنه دهند که شوهرت یک بار دیگر تو را با آوردن انباق جدید و زندگی راحتت خاتمه داد، با حفظ خونسردی برایشان می گفتم فرقی نمی کند. فکر می کنم که شوهرم برای فرزندانم معلم و راهنما آورده است و باید بدانید که من اصلا ناراحت نیستم تا بدین وسیله بتوانم از نیش زدنهایشان بیشتر جلوگیری کنم. مدت ها گذشت، انباق خارجی چنان در میان خانواده و ذهن شوهرم نفوذ کرده بود که چندین بار تصمیم همهشان بر آن بود که مرا با 5 فرزندم طلاق بدهند و از خانه بیرونم کنند. اما نظر به صداقتم خواست و رضای خداوند این کار نشد و من و فرزندانم و همین خانواده پرماجرا کسی را نداشتم جز اینها. هرگز نمیخواستم طلاق شوم. دردها و مشکلات عظیم دامنگیرم بود و همواره با دشواری های زندگی دست و پنجه نرم می کردم. در ضمن صبر، تحمل و بردباری را پیشه خود کرده بودم. بیش از حد ممکن همه را رعایت می کردم. بعد از گذشت 3 سال انباق خارجی نخواست که بیشتر از این با ما در افغانستان بماند و تصمیم گرفت تا دوباره به کشورش برگشته و با دخترش زندگی کند و همین کار را هم کرد. بنابر شرایط و وضعیت امنیتی، مسیر راه پایتخت و روستا و رفت و آمد فامیل شوهر کمرنگ شده رفت. انباخ بزرگ و فرزندانش به خاطر غصب مالکیت و جایدادها با من، شوهر و فرزندانم دشمنی اعلام کرد و در سمت مخالفین دولت قرار گرفتند و همان بود که سالهای مدید دستشان از سر ما کوتاه شد و بار دیگر با شوهر و فرزندانم زندگی خوشبخت را اختیار کردیم. فرزندانم مصروف کار و درس و مکتب شدند. همه کم کم داشتن به پای خود می ایستادند که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و جنگ های داخلی آغاز شد. شرایط روز به روز ناامن شد. در این فرصت اقوام شوهر باز هم پایشان به خانه و زندگی ما باز شد. دسته دسته و گروه گروه به خانه ما می آمدند و به شوهرم می گفتند که تو آنقدر زمین و ملک و جایداد در وطن داری و اینجا هم شرایط زندگی مشکل است. نشود که در این جنگ و ناامنی آسیب به شما برسد. خوب است که به وطن برگشته و با موجودیتت ملکیت‌های خودت را در آنجا بگیری و زندگی کنی. من راضی نمی شدم. چون خیلی دردها از همه قوم شوهر دیده بودم و از خصوصیات انباق و فرزندانش نیز به خوبی آگاه بودم، اما شوهرم را راضی کردند و تصمیمش را برای بازگشت به آنجا گرفت. بالاخره ما را دنبال خود به زادگاهش کشانید، به همان خانه میراثی پدر که سالها قبل ترکش کرده بودیم برگشتیم. اما حس بخیلی و حسادت و حرص انباق و فرزندانش نگذاشت که آسوده باشیم. این بار ظلم جبران ناپذیر و بزرگی را بالایم روا داشتند. چون ترس از دست دادن منفعت حاصل زمین ها چشم و دلشان را کور کرده بود. همان بود که پسر جوان و رشید و زیبایم را در حالی که 24 سال داشت به شهادت رسانیدند. تا ترس و وحشت عمیق را برای ما ایجاد و مجبور به ترک محل کنند.
و به این عمل شومشان نیز موفق شدند. با دل پرخون و غم از دست دادن فرزند جوانم که توسط فرزند انباقم کشته شد، ناگزیر به زندگی ادامه می دادیم. شوهرم با از دست دادن پسرش بی نهایت افسرده و رنجور شده بود. روز به روز خودش را مقصر دانسته افسرده و ناتوان می شد. بعد چند سال به خاطر این هم از ظلم و بدبختی و از دست دادن پسر جوان غمها بالایش سنگینی کرده و کار از دستش ساخته نبود، بالاخره با سکته قلبی جهان فانی را بدا گفت و به ابدیت پیوست. و این بار نیز مرا در رنج و بدبختی بزرگتری رها کرده و برای همیشه رفت. حالا که این دردهای زندگی را به دختر دومیم که فرزند پنجمیم است بازگو کردم، در بستر مریضی و ناتوانی به سر میبرم و حس میکنم که شاید بیشتر از این زنده نباشم و سفر زندگی تا همینجا بدرقه ام کرد. این بود مختصر زندگی پردرد و فلاکتباری یک زن افغان و امید این که آرزوی داشت تا خوشبخت شود و خوشبخت زندگی کند، اما نشد. زنان ما، زنان افغانستان، قهرمان هستند. پایان داستان. برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.